خبرگزاری ها میگویند مراسم خاکسپاری الکسی نوانلی روز جمعه در 20 کیلومتری جنوب دیوار کاخ کرملین انجام میگیرد. همسر نوانلی امروز در پارلمان اروپا سخنرانی ده دقیقه ای داشت. او گفت سه سال پیش با همسر و فرزندانم به شهر استراسبورگ آمدم ولی امروز نمیتوانم شهر را به فرزندانم نشان بدهم. نمیدانم روز جمعه پلیس با کسانی که مایلند برای ودا با شوهرم در جنوب مسکو در محل حاضر شوند چه رفتاری خواهد داشت Mon ne la de او در خاتمه گفت شوهرم آینده ی زیبای روسیه را نخواهد دید اما ما باید ببینیم به موازات خبرهای دیگر در ارتباط با روسیه خبر محکومیت سه سال زندان برای اولگ اولوو که جایزه صلح نوبل سال 2022 را مشترکاً با الکس بیالیانسکی برده بودند این دومی هم در پشت میله های زندان و محکوم به زندان است روز انتشار خبر مرگ الکسی نولی در پاریس در میدان حقوق بشر تظاهراتی انجام گرفته بود در ارتباط با جنگ در اوکراین آقای مکرون پیشنهاد کرد نیروی نظامی به این منطقه اعزام شود اما این خبر و پیشنهاد از سوی مخالفان سیاسی او انتقاد شد آقای مکرون پیشنهاد کرده بود اعضای ناتو به این مهم بیاندیشند سخنگوی کاخ کرملین تهدید جنگ جهانی سوم را مطرح ساخت بلژیک دویست میلیون یورو به اوکراین کمک میکند خانم واندرلین پیشنهاد کرده سودهای سپرده روسیه را به اوکراین پرداخت کرد اما از آن طرف تحلیل هایی پوتین آرام با خونسردی در این 24 سال امپراتوریش را پی می گیرد درباره سفر امیر قطر در برنامه پیشین دکه گذرا خبرهایی گفته شد اما این بار تصاویری از مراسم شام افتخاری با حضور فوتبالیست مشهور و محبوب فرانسوی امباپه که عضو باشگاه پاریس انجرمن است و صاحب باشگاه دولت قطر آقای مکرون در سخنرانیش از رابطه فرانسه با قطر گفت و اینکه پیشتر در دوره میتران پدر بزرگ امیر قطر میهمان فرانسه بود قطر میزان ده میلیارد دلار تا پایان این دهه در فرانسه سرمایه گذاری می کند. در ارتباط با غزه رئیس جمهور امریکا خبر و امیدواری از آتش بس در ماه رمضان و آزادی گروگانها را داد. جوانان طرفدار حزب دموکرات از اطمینان به آقای بایدن دل سرد شدند. واشنگتن 53 میلیون دلار به غزه کمک می کند. در پی خودسوزی یک سرباز امریکایی در برابر سفارت اسرائیل در واشنگتن خبرگزاری ایرنا این عکس را چاپ کرده و اگر فیلم این حادثه عمومی شده اما نشان دادنش در تلویزیون کار ساده ای نیست جمهوری اسلامی میگوید بریتانیا و امریکا در اتهامی واهی مبنی بر کمک حکومت به شبکه انصار الله تحریم های را علیه جمهوری اسلامی اتخاذ کردند. بعد از مراجعت ملک عبدالله پادشاه اردن از فرانسه به کشورش گفته شد اردن با هواپیماهای نظامی فرانسه مستقیما آزوغه و دارو و کمک های انسانی را با چتر نجات به روی غزه فرود آورد است. در پایان برنامه فیلم این عملیات انسانی را خواهید دید. در پی استعفای دولت فلسطینی خبرهای میگوید در چند روز آینده در مسکو چارده تن از مقامات دو طرف فلسطینی برای تشکیل دولت گرد هم خواهند آمد آقای برنارد تحلیلگر مسائل ایران در فرانسه میگوید انتخابات این بار در جمهوری اسلامی شور و شوق کمی فراهم آورد ظاهرا قرار است 60 میلیون نفر برای انتخاب 290 نماینده پای صندوق رای بروند او میگوید از حالا میدانیم در این انتخابات یک قطعیت وجود دارد یعنی محافظ کاران برنده انتخابات خواهند بود روز شنبه اگر ساکن پاریس هستید به این نشانی بیایید تا ببینید بهمن مقصودلو فیلمساز درباره مهرجویی و به بهانه نمایش فیلم گاو حرفهای تازه ای دارد و بالاخره این هم فیلم کمک رسانی به مردم غزه که تماشایش دلگرم کننده است.